خب بله این یک سال هست که سیاست های جنگ افروزانه خامنی منطقه رو در جنگ و بحران فرو برده اما این روزها میبینیم که داره این آتیش به داخل خود حکومت آخوندی برمیگرده بحرانی که رژیم ساختار گریبان خودش رو میگیره و یک نمونهش سرنوشت یکی از ارگان های حکومت آخوندی به اسم جامعه المصطفاس که الان ایاتون باشه در روزهای اول آبان سایت آلمانی بیلد نوشت که مقامات آلمانی به دنبال اعضای یک واحد تروریستی سرویس مخفی سپاه پاسداران در آلمان هستند و بعد هم گفت که گفته می شود نیروهای وابسته به آخوندها در پایتخت آلمان جاسوس و تروریست عضوگیری می کنند سایت بیل در ادامهش نوشته جامعه المصطفى وابسته به رژیم ایران در برلین کانون توجه ویژه‌ای در این رابطه خواهد بود خلاص این مقاله مفصله و در اون توضیح میده که این جامعه المصطفى کارش عضوگیری برای کارهای تروریستی است اما ببینیم کار این جامعه المصطفى اصلا چی هست سال 1378 به دستور خامنه ای دو مجموعه حوزه آخوندی به اسم های سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور و مرکز جهانی علوم اسلامی با هم ادغام شدند و این ارگان جامعه المصطفى رو تشکیل دادند که مرکز اصلی اون هم در شهر قم هست شاگرد این مدرسه در شاخه های عملیات برون مرزی نیروی تروریستی قدس بعدا عضوگیری میشن خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشته که جامعه مصطفی در هفتاد کشور نمایندگی داره که یکی از این نمایندگی هم همین جامعه در آلمان هست که سال 1395 به واسطه ی مرکز اسلامی هامبورگ در برلین راه اندازی شد بودجه اسمی جامعه برای سال 1402 با افزایش 50 درصدی 3172 میلیارد تومان بود و به اعتراف رسانه های حکومتی سال 1403 هم بودجه این ارگان چهل درصد افزایش داشته های حکومتی نوشتند که بودجه جامعه مصطفی از بودجه دانشگاه‌های علم و صنعت و علامه هم بیشتره این جامعه مصطفی شعب مختلفی داره توی جهان یک کالج اسلامی داره در لندن مثلا که اون هم به جامعه مصطفی در قم وابسته است این کالج رو سال 1399 با هزینه‌های کلان برای به سرسازی های تروریستی اونجا راه اندازی کردن حالا یکی از شعبه‌های جامعه در برلین داره زیر ذره قرار میگیره که البته با سیاست های جنگ ای و شکست سیاست مماشات با رژیم اخوندی هم ارتباط مستقیم داره خوب اشاره کنیم که خامنه ای کلا پنج دانشگاه داره دانشگاه سوره دانشگاه اهل بیت دانشگاه امام صادق دانشگاه بین‌المللی خمینی و همین جامعه المصطفى العالم یک الان دربارش صحبت کردیم این پنج دانشگاه بخشی از چهل به اصطلاح فرهنگی و مذهبی وابسته به بیت هستند که دهها هزار میلیارد تومان بودجه رسمی از بودجه دولت و بودجه های غیر رسمی از خود بیت خامنه ای دریافت میکنن ولی این نهادها کاری جز گسترش تروریسم و بنیادگرایی در جهان و به خصوص در منطقه ندارند